بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه دیگه از سری برنامه های خط رفاه از تلویزیون کانال جدید نگاه میکنید. ما برنامه امروز رو اختصاص دادیم به آخرین قسمت و قسمت چهارم سلسله بحثایی که من با اصغر کریمی در مورد جنبش نوین کارگری داشتم. ما در قسمت اول از مقداری راجع به خود کلمه جنبش نوین کارگری در معرفی آن و اینکه واژه جنبش نوین کارگری چه زمانی حدود از چه زمانی وارد ادبیات حزب کمونیست کارگر ایران شد، مختصات اون کدوم هستند، و در قسمت دوم این برنامه ما مقداری صحبت کردیم راجع به شرکت اعضای خانواده ها و خصوص همسران خانواده ها در تجمعات اعتراضات کارگری، اهمیت آنها، و در همچنین راجع به این صحبت کردیم که اگرچه شرکت اعضای خانواده ها در تجمعات کارگری یک پدیده نوپایی هستش، ولی داره میره که به یک پدیده همه گیر تبدیل بشه، و اینکه به خصوص در سالهای اخیر چقدر این مسئله وسعت پیدا کرده و چه اهمیتی برای جنبش کارگری داره. در قسمت سوم این برنامه ها ما راجع به کارزارهای بین‌المللی که حزب کمونیست کارگری ایران در سالهای پیش در رابطه با حمایت از جنبش کارگری و در اصل در معرفی جنبش کارگری ایران به جنبش کارگری دنیا و همچنین به مردم دنیا و به خصوص سر دو تا کمپین و دو تا کارزار مهم، یکی کارزار حمایت از اعتراضات کارگران شرکت نفت در سال 1375 شمسی و دومی درباره حمایت حزب کمونیست کارگر ایران در از محمود صالحی. در اصل برای آزادسازی محمود صالحی صحبت کردیم. ما برنامه امروز رو اختصاص دادیم به آخرین قسمت جنبش نوین کارگری و مسئله تعیین بخشی به جنبش کارگری. من فکر کردم شاید خوب باشه در ابتدای برنامه یک اشاره مختصری به خود کلمه تعیین بخشی به جنبش کارگری، که شاید برای عده‌ای از بینندگان و دوستان ما واژه تازه‌ای باشه، یه اشاره در معرفی این به مسئله داشته باشم و بعد خود شرح تفصیلیان رو بذاریم به عهده مهمان عزیز ما. و در این رابطه فکر کردم یه اشاره داشته باشم به بحث حمید تقوایی که در سال 2013 و یا در 1999 شمسی بحث سلسله بحثایی کرد تحت عنوان تعیین بخشی به انقلاب، و تا اونجایی که به بحث تعیین بخشی به جنبش کارگری ایران مربوط میشه، فکر کردم یکی دو تا جمله از این بحث که در اتفاقا در یک مقاله به همین اسم اومده اشاره داشته باشم و بعد بحث تفصیلی تر اون رو بذاریم به عهده مهمان برنامه‌مون. این جملات اینطور هستش. امروز البته این مسئله رو اشاره بکنم که این بحث کلمه تقوایی کرد با الهام از تجربیات انقلاباتی بود که در خاورمیانه و شاخ آفریقا به نام انقلابات خاورمیانه یا انبهار عربی موسوم شد، و این بحث در رابطه با اونا و با تجربه و الهام از اونها بود. به هر جهت این جمله، این دو جملات فکر کنم برای بحث ما کلیدی باشه و من میخوام اینا رو براتون بخونم. امروز محور کار ما ایجاد زمینه‌ها و شرایط مطلوب برای شکل‌گیری و پیشروی و به پیروزی رسیدن انقلاب است، و این امری تماماً پراتیک، عملی و اجتماعی است. باید جامعه را در عرصه‌های مختلف مبارزه و اعتراض برای شکل دادن به یک انقلاب قدرتمند و پیروزمند آماده کرد، و این مشخصاً ما را به بحث تعیین بخشی به انقلاب میرساند. خب اگر ما بپذیریم که هیچ انقلابی در ایران نمیتونه به پیروزی برسه مگر اینکه جنبش کارگری در رأس اون قرار بگیره، این مسئله را من فکر کنم که باید فرضمون باشه که عواملی که و فاکتورها و پیش‌زمینه‌هایی که باعث میشن انقلاب به پیروزی برسه، همون عوامل و
فاکتورها و یا به یه معنا این عوامل فاکتورها در یک ارتباط تنگاتنگ و لاینفک با اون فاکتورها و عواملی هستن که باعث میشن جنبش کارگری در رأس انقلاب قرار بگیره. خوب دوستان عزیز، اجازه بدید با این مقدمه بریم سراغ مهمان برنامه‌مون. اصغر کریمی، به این برنامه خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم، متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتین و با سلام به همکارانتون و همینطور بیننده‌های عزیز. من با مراجعه به یکی دو جمله از بحث‌های تعیین بخشی به انقلاب از بحث همه تقوی سعی کردم یک معرفی کوتاهی داشته باشم، این که خود کلمه تعیین بخشی، ترمینولوژی تعیین بخشی به جنبش کارگری معنیش چی هستش. من شرح تفصیلی اینو میذارم به عهده شما و اینکه یه مقدار صحبت بکنید که تعیین بخشی به جنبش کارگری معنیش چی هستش و اینکه عوامل و فاکتورهایی که باعث میشن که جنبش کارگری تحقق پیدا کنه، متعین بشه، یه مقدار با بینندگان ما صحبت بکنید. بفرمایید. کلا تعیین بخشی که ما میگیم یعنی اینکه از بیشکلی در آوردن. موقعی که همین تقوایی هم در مورد انقلابات گفت، اینکه انقلابات خواستای مردم داشته باشن، رهبرایی داشته باشن و تشکلهایی داشته باشن، پلتفرم‌هایی داشته باشن، رهبری کلا مثلا حزبی یا سازمان سیاسی رهبری بتونه بکنه اون مبارزات رو، کمپین‌های مختلف سیاسی میشه خیلی چیزا رو در این مورد گفت. من تا اونجایی که مربوط به جنبش کارگری هستم، باز به یه معنا معنیش اینه که از بیشکلی جنبش کارگری باید در. طبعا الان جنبش کارگری ایران بیشکل نیست و به اصطلاح یه قدم‌هایی رو برداشته، ولی خب لازمه که قدم‌های بیشتری برداشته بشه. بیشکل به این معنا که تشکل‌هایی داشته باشه. همین الان یه تشکل‌های کارگری وجود دارن، سندیکاهایی و یا تشکل‌های خارج کارخونه‌ای به اصطلاح وجود داره در ایران و همینطور کارگران موقعی که گاهی مجمع عمومی انتخاب تشکیل میدن، نمایندگانی انتخاب میکنن. همین اخیراً کارگران پتروشیمی‌ها چند صد نفر رو به نمایندگی از طرف 7000 نفر به تهران فرستادن که جلو وزارت نفت دست به تجمع زدن و خواستاشون رو مطرح کردن. و یا مثلا خواستای روشن داشتن، جنبش کارگری همین الان به درجاتی داره ولی خیلی باید متحدتر و متمرکزتر مطرح بشه. به عنوان مثال افزایش دستمزد بالای 3.5 میلیون بالای خط فقر به عنوان مثال، یا امنیت شغلی، یا بیمه بیکاری، کاهش ساعت کار و کوتاه کردن دست پیمانکارا، قراردادهای استخدام به اصطلاح ثابت تو مراکز کارگری و خیلی از این چیزها به عنوان خواستایی که جنبش کارگری باید داشته باشه. این بخشی از اون حالت بیشک در آوردنه، اما خیلی ابعاد وسیع‌تری میتونه داشته باشه. به عنوان مثال روزهای معینی، اول ماه مه، روز جهانی کارگر که الان تو ایران جا افتاده، که حتی جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی هم مجبورن هر سال اول ماه مه آره دلغک بازی در میارن یا علی کارگر افغانی و علی بخشی از مردم حرف میزنن یا در دفاع از جمهوری اسلامی، ولی بالاخره تحمیل شده الان روز جهانی کارگر، روز بین المللی تو ایران مطرح وسیعه. یا مثلا روزهای معینی مثل روزی که کارگران خاتون آباد سال 1382 به رگبار بستن و 4 نفر از کارگری خاتون آباد رو کشتن، هر سال فعالین کارگری اون روز رو به عنوان گرامی داشت یاد جان باختگان حادثه کشتار در واقع و جنایت خاتون آباد به عنوان یه روز مطرح میکنن. فردا سال روز در واقع اون دوستی که در شهرویه بهبهان کشته شد، فکر میکنم اسمشون مرتضی فرجنیا به عنوان مثال باید تبدیل بشه، سال روزش گرفته بشه و گرامی داشته بشه و بزرگ داشته بشه، یاد بشه ازش. و میخوام بگم یه مجموعه در واقع چیز هاست. همینطور کمپین های مختلفی که وجود داره یا مبارزات به یادگار ماندنی مثل که بزرگ داشتنش و مرتب اسم بردن و تو ادبیات مطرح کردن، مثل تحسن کاری خانواده های کارگران زندانی بافق که همراه با اعتصاب بزرگشون در یک سال و نیم پیش صورت گرفت، و یا همینطور ادبیات در واقع ادبیات کارگری، شعر و همینطور لوگوها و آرمها و نشانه ها و پرچم،
این مجموعه در واقع و یا نفوذ حزب کارگری، حزب کمونیست کارگری در میان کارگرها و یه جور تداعی شدن کارگرها با اون حزب، این مجموعه است که در واقع جنبش کارگری رو از حالت بیشکلی در میاره و تبدیل میکنه به یه جنبشی که رهبرانی داره، حزبی داره، خواستایی داره، تو جامعه مطرح، رهبران شناخته شده داره، اینا مصاحبه میکنن، خواستای مردم رو نمایندگی میکنن، بیان میکنن، یه روزهایی دیگه تو جامعه جا میفته مثل روزهای اعتراضی معین یا اول ماه مه یا روزهای معینی، و این مجموعه به درجه ای که وسعت پیدا بکنه، خب طبعا حتی کتاب ها و جزواتی که در مورد جنبش کارگری، تاریخ این مبارزات و خواستا و مطالباتشون، این مجموعه است که حالا یا توسط فعالین کارگری یا تشکل‌های کارگری مطرح میشه، یا توسط در اتصالات مختلف مطرح میشه، و یا به عنوان مثال حزب کمونیست کارگری گوشه‌ای از این مسئله رو تامین میکنه. این مجموعه کمک میکنه که مبارزات کارگری، جنبش کارگری هرچی بیشتر متعین بشه، شکل و شمایلی داشته باشه، خواسته و رهبرا و هویت افتادی در سطح جامعه داشته باشه. به این ما مجموعه میگیم تعین بخشی. بسیار خوب. ما در دو برنامه قبلی راجع به اهمیت شرکت اعضای خانواده، به خصوص رابطه با شرکت همسران، و در برنامه قبلی راجع به اهمیت کمپین ها و کارزارهای بین‌المللی که خودتونم اشاره بهش داشتید صحبت کردیم، که من فکر میکنم شاید به یه معنا اینا هم خودشون عوامل و فاکتورهایی هستن که در تعیین بخشی جنبش کارگر ایران اهمیت دارن. منتها امروز میخواییم ما سر سه تا فاکتور مهم دیگه که خودتونم بهشون اشاره گذرایی داشتید متمرکز بشیم. یکی همگیر شدن خواسته ها و توقعات رادیکال. دوم حمایت جنبش کارگری از خواسته های دیگر خواسته ها و جنبش های مردم، و همچنین از سربرآوردن چهره ها و شخصیت های جنبش کارگری. تا اونجایی که به مسئله اول، به فاکتور اول برمیگرده و همگیر شدن خواسته ها و توقعات و انتظارات رادیکال، یه دوستشم یه مقداری رابطهش با جنبش نوین کارگری، به مسئله تعیین بخشی جنبش کارگری یه مقدار ارتباط این دوتا را با هم دیگه، و اینکه چرا ما اینا رو در قسمت جنبش نوین کارگری داریم ازش صحبت میکنیم با ما صحبت بکنیم. بفرمایید. ببینین، خب جنبش کارگری، رهبران کارگری لازمه به عنوان در واقع نماینده جامعه صحبت بکنن، از اکثریت عظیم جامعه حمایت بکنن، از خواستای اکثریت عظیم جامعه صحبت بکنن، حرف بزنن علیه بیحقوقی ها و بیدادگری هایی که علیه اکثریت مردم وجود داره بتونن صحبت بکنن. اینجوری در واقع رهبران کارگری میشن رهبران جامعه، رهبران کل طبقه کارگر، و میتونن نقش مهمی ایفا کنن و جنبش کارگری رو هویت بیشتری بدن، تعیین بیشتری بدن. به عنوان مثال ببینین، تو معلم‌ها که اعتراض داشتن گرایشات مختلفی بود، ولی بالاخره یک گرایش رادیکال و یک گرایش میشه گفت سوسیالیستی دست بالا پیدا کرد و به درجات زیادی، و از خواست تحصیل رایگان صحبت کرد. خب معلمی که میاد بیرون، 1 میلیون معلمی که اعتراض داره، خواست تحصیل رایگان فوق العاده بهش مربوطه، چون خیلی از دانش آموزایی که با معلم‌ها کار کردن به خاطر اینکه تحصیل رایگان نیست ترک تحصیل کردن، از تحصیل محروم شدن، و یا میدونن که معلم‌ها فصل مشترک زیادی با خانواده‌ها دارن، میدونن که به خانواده‌ها این تحصیل غیر رایگان، این شهریه‌های گران، این اخاذی مختلف چه فشاری میاره به اون، اومدن مسئله تحصیل رایگان رو مطرح کردن. و این حمایت یه جور حمایت خواستیه که خواست 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون در واقع مردم این مملکت، خواست اکثریت در واقع مردم این مملکت، چون دوست دارن بچه‌هاشون برن بتونن تحصیل رایگان داشته باشن، و یا گفتن به اصطلاح تبدیل نشه به کسب و سود و از بازار درآد، و در واقع منظورشون بود که این خصوصی سازی ها تموم بشه، این تبعیضات در واقع از میون بره.
خب این فقط خواست معلمان نبود، خواست فقط افزایش دستمزد نبود، در کنار خواست خودشون که افزایش دستمزد و یه مجموعه خواستای دیگه بود، یا استخدام معلمای پیمانی و آزاد کردن معلمای زندانی بود، این خواست عمومی جامعه رو مطرح کردن، یا خواست آزادی کلیه کارگری زندانی و زندانی سیاسی رو بعضن تو بعضی از تجمعاتشون مطرح کردن، یا مثلا پرستارا انتظار میره، پرستارا پزشکا که اعتراض میکنن انتظار میره که از طب رایگان صحبت بکنن، موقعی که از این خواست صحبت میکنن حمایت میلیونی مردم رو دارن، مردم نمیگن اینا فقط اومدن واسه خواسته خودشون، که البته خواسته خودشون هم کاملا به حق هست، مردم میفهمنشون، درکشون میکنن، حق میدن بهشون که واسه افزایش دستمزد و خیلی خواسته دیگه شون مبارزه کنن، ولی خب انتظار دارن که موقعی که پرستارا میان تو صحنه اعتراض میکنن و جامعه توجه داره به اونا، از خواست عمومی جامعه و دفاع کنن، از سیستم پزشکی کنونی و مورد نقد و افشاگری قرار بدن و بتونن اینجوری مردم رو نمایندگی کنن. یا تشکل‌های کارگری به عنوان مثال هر سال به مناسبت اول ماه یا مناسبت‌های دیگه بدنامه میدن، بیانیه میدن از آزادی زندانیان سیاسی، از برابری کامل زن و مرد، لغو مجازات اعدام، حقوق کودک و خیلی خواسته آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تشکل صحبت میکنن که صرفاً امری مربوط به یه بخشی از کارگران نیست، من مربوط به اکثریت عظیم جامعه است. و خب اینا باعث میشه حمایت مردم رو جلب کنن، باعث میشه خودشونو در سطح خیلی بالاتری تو جامعه قرار بدن، در حالی که اگه اینجور و این حاصل یه مبارزه درون طبقه کارگر هم هست، یعنی یه گرایشی وجود داره از جون گرایش عقب مونده محافظه‌کار رفرمیستی که تبع شورای اسلامی هم که رابطه گرایشات کارگری ندارن، ارگان‌های رژیم هستن، اینو بیشتر دامن میزنن، اینه که کارگر تو کارخونه فقط دست بذاره رو خواسته خودش و به هیچ خواسته دیگه توجه نکنه، چون میخوان همین سیستم و همین حکومت و همین قوانین باقی بمونه، ولی یه عده مبارزه کردن، تلاش کردن، گفتن نه ما باید از خواست عمومی مردم هم دفاع کنیم، اگر اعدام میکنن جنبش کارگر رو میترسونن، اگر زندانی میکنن کارگر رو میترسونن، اگر آزادی بیان وجود نداره بیشتر از هر کس دودش به چشم کارگر میره. میخوام بگم هم با این خواستا خواسته عمومی کل طبقه کارگر رو مطرح میکنن و هم با این خواستا خودشونو به عنوان نماینده جامعه به رسمیت میشناسن. از این نظر جامعه جنبش کارگری در ایران، رهبران کارگری، تشکل‌های کارگری قدم‌های بسیار مهمی رو طبعا برداشتن و طبعا این باید هر چی بیشتر فراگیر بشه و عمومیت پیدا بکنه. مرسی. اجازه بدید حالا روی یه فاکتور دیگه که در تعیین بخشی جنبش کارگری ایران یه فاکتور مهمی هستش و شما اینجا و اونجا بهش اشاره داشتی یه مقداری بیشتر متمرکز بشیم. ببینید الان شاید بگیم ده ها و شاید بیشتر صد ها فعال چهره های رهبران جنبش کارگری هستند که از بیرون و داخل زندان مرتب اطلاعیه میدن، صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، مقاله مینویسن و از چه از خواسته جنبش کارگری و همچنین از خواسته عمومی مردم دارن صحبت میکنن. ولی به هر جهت ما اگه یک برگشتی بکنیم به حدود مثلا حتی 10 سال پیش، 15 سال، 20 سال پیش و حتی به صورت یه برشی بزنیم با اوایل انقلاب، سال حتی سال 57 که یه سری آزادی‌های دموکراتیک هم بود، می‌بینیم که چنین چیزی نبود. کمتر ما چهره‌های مشخص و فعالین رهبران کارگری و مردم و شاید خود طبقه کارگر ایران می‌شناخت. سوالم اینه که به طور مشخص چه نیرویی بود، چه گرایشی در اون جنبش کارگری بود که باعث شد که این مسئله رو جا بندازه تو جنبش کارگری و علی‌العموم در مردم که طبقه کارگر احتیاج به یه سری فعالین علنی و شخصیت و برجت کسایی که بتونن به عنوان نماینده طبقه کارگر و مردم ظاهر بشن. یه مقدار راجع به این صحبت بکنید. خب طبعا من تو این دوره دارم صحبت میکنم، تو این دوره گرایش مشخصا سوسیالیستی، گرایش کمونیستی و در واقع به طور مشخص گرایش کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری خب نقش تعیین کننده داشت تو این زمینه. دهه 20 تا 30 هم این اتفاق افتاد، کارگران متشکل بودن تو اتحادیه‌هاشون، رهبرانی داشتن، ولی اون دوره میشه گفت نقشه حزب توده برجسته بود که الان واردش نمیشیم و به اشکالات اساسی که در واقع حزب توده داشت
و واردش نمیشیم. ولی تو این دوره خب این اعتبار راستش قبل از هر کس باید به حزب کمونیست کارگری داد که حتی بخشایی از سوسیالیست‌ها و کمونیستان فکر میکردن کار درستی نیست که حزب کمونیست کارگری چهرهایی رو مطرح میکنه با اسم و رسم ازشون موقعی که میفتن زندان به عنوان مثال یا محکوم میشن مطرح میکنه، دفاع میکنه، در سطح بین المللی حمایت واسهشون جلب میکنه، اتحادیه کارگری و نهادهای بین المللی رو در سطح جهانی میره سراغشون و کاری میکنه که به جمهوری اسلامی فشار بیارن و طول یه همچین اقداماتی به این طول کشید. ما سنگر به سنگر در واقع جنگیدیم که هم جواب مخالفین خودمونو که فکر میکردن به نظر سنت های عقب افتادهی داشتن و سنتی بودن کلن و فکر میکردن این کار به ضرر مثلا کارگراست، ولی خوشبختانه امروز جا افتاده و همه در واقع میشه گفت تمام کمونیستا چپا از این کار دفاع میکنن و خود تشکلهای کارگری که تو دو دهه گذشته در ایران با چنگ و دندون بالاخره مبارزه کردن تا تونستن خودشون رو به درجاتی تثبیت بکنن، خود اونام طبعا این نقش رو داشتن، ولی خب اونام گرایش غالب بر اونام یه گرایش سوسیالیستی و رادیکال بود. میخوام بگم خود این که یک پیشروی به نظرم بسیار بزرگی واسه جنبش کارگری بوده که دیگه بی‌نامونشون نیست، رهبرانی داره، چهره‌هایی داره، به قول شما دهان فرشون تو زندان‌های مختلف بودن، مردم میشناسنشون، رسانه‌هایی باشون مصاحبه میکنن و دفاع میکنن ازشون و اینا از خواسته عموم مردم حرف میزنن. خب امروز یه پیشروی بسیار بزرگ صورت گرفته و جنبش کارگری رو به یه نقطه دیگه برده، ولی این تماما به نظر من حاصل در این یه جدال گرایشات در درون جنبش کارگری بوده و این پیشروی به خاطر پیشروی و تلاش و مبارزه و سرسختی کلن جنبش تپ، گرایش چپ، گرایش سوسیالیستی، گرایش و حزب کمونیست کارگری میشه گفت نقش بسیار تعیین کننده و بارزی توی این مسئله داشته. بسیار خوب، ما فکر کنم از خر کردیم حدودا 7 دقیقه به پایان برنامه مونده، من تا فکر کنم بنزه کافی داشته باشیم، وقت داشته باشیم که شما بتونید به 2 تا سوال مهم دیگه هم جواب بدید. شما در قسمت های پیش یه مقدار راجع به حمایت جنبش کارگری از سایر جنبش ها، از برابری حقوق زن و مرد، از مسئله مبارزه علیه اعدام اینا صحبت کردید، من تا در اینجا میخواستم اگر یه مقداری راجع به پایه های نظری و اینکه این گره هایی که گرایش سوسیالیستی تا حالا طی کرده تا به اینجا رسیده صحبت بکنیم. بذارید بدید من یه مثالی بزنم ببینید، قبلا این مسئله بود و هنوزم تا در یه بین یه ده از فعالین شاید بشه گفت جنبش کارگری این هستش که ما باید بچسبیم به مبارزات طبقه کارگر، مبارزات صنفی آنها علیه اعدام، مبارزه علیه برای آزادی حقوق زن و مرد، این مبارزات دموکراتیک هستش و این اساسا ما باید فوکسمون روی جنبش طبقه کارگر باشه. ولی خوشبختانه الان این مسئله یه مقدار تغییر کرده و دوستشان راجع به این مسئله یه مقداری بیشتر توضیح میدادید. بفرمایید. تو اشاراتی کردم ولی چون وقتم کم است خیلی خلاصه بگم، دقیقاً اینجور که میگین و اگه واقعا جنبش کارگری، تشکل‌های کارگری، رهبری کارگری فقط چسبیده بودن تو کارخونه و میگفتن صرفا مسئله ما دستمزده و هیچ خواسته دیگه نداریم یا ایمنی شغلی و مسئله درون کارخونه است، به نظرم جنبش کارگری امروز اینجا نبود. اگه معلم‌ها خواسته فرضاً تحصیل رایگان رو مطرح نمی‌کردن، اگر تشکل‌های کارگری علیه اعدام و بیحقوقی کودک صحبت نمی‌کردن، علیه بیحقوقی زن صحبت نمی‌کردن، به نظر من جنبش کارگری بسیار پایین‌تر بود سطحش و در سطح بین‌المللی حمایت اینجوری نمی‌گرفت و خیلی راحت‌تر می‌شد سرکوبش کرد، خیلی راحت‌تر می‌شد. موقعی که چیزی بی‌هویت باشه، بی‌نامونشون باشه، خیلی راحت‌تر می‌شه سرکوبش کرد. و به نظر من امروز جنبش کارگری به درجاتی که اتفاقا این گرایش برش درش غلبه کرده و یا نفوذ دست بالا پیدا کرده به درجاتی تونسته این پیشروی‌ها رو بکنه و به درجاتی دست جمهوری اسلامی رو ببنده، به طوری که هر فعال کارگری، هر رهبر کارگری، رهبر اعتصابی جمهوری اسلامی دستگیر میکنه بعد میبینه به ضرر خودش شد، بالاخره بعد از مدتی مجبور اون رو آزاد کنه ولی جامعه میشناسدش، تو زندان خود اون فعالین کارگری که میگیره بیانیه میدن، صحبت میکنن، اعتراض میکنن، در دفاع از خواسته مختلف مردم حرف میزنن و به این معنا جمهوری اسلامی الان گیر کرده واقعا. فعال کارگری که دستگیر میکنه
میبینه جنبش کارگری به یه معنا بعدش تقویت کرده، درسته تلاش میکنه معروف بکنه، ولی با سنتی که به درجه که این سنت داره حاکم میشه، جنبش کارگری هم علارغم دستگیری و فشار میتونه تقویت بشه و جلو بره. به عنوان آخرین سوال، پیشروی جنبش نوین کارگری و مسئله تعیین بخشی به جنبش کارگری و به یه معنا پیروزی انقلاب فکر میکنید در گروه چه عواملی هستش؟ بفرمایید. ببینید، یکی همین نکاتی که مطرح کردم، جنبش کارگری، تشکلها، رهبرانش هرچی بیشتر باید از خواسته عمومی جامعه صحبت بکنن تو قدنامه‌هاشون، تو بیانیه‌هاشون، به اضافه این که موقعی که دستگیر میکنن کارگرا رو، کارگران اون کارخونه لااقل باید تو همین یک ماه و نیم گذشته 50 نفر از کارگرا رو در سیمان، درود و اصلویه و خاتون آباد، مثل خاتون آباد دستگیر کردن و بلافاصله کارگرا باید اسم و عکس و چهره اینا رو در واقع مطرح کنن و نذارن بینامونشون بمونن، دفاع کنن، مسئله رو به میان مردم شهر ببرن، تا اونجایی که میتونن به رسانه ها ببرن و باید هر چی بیشتر اینا تبدیل بشن به چهره‌های شناخته شده کارگری. به درجه که این کارو کنین، جمهوری اسلامی دستش بسته میشه، میگه من اینا رو نباید بگیرم، تبدیل 50 تا رهبر کارگری شناخته شدن تو جامعه شک میگیره، تربیت میشه و جنبش کارگری جلو میره. و یا اقدامی که اخیراً کارگران پتروشیمی ها کردن، تو دو نوبت کارگران چندین پتروشیمی نمایندگانشون فرستادن تهران و تجمع مشترک کردن، یعنی اعتصابات همزمان، تجمعات همزمان که نوید تجمعات و اعتصابات عمومیتر یا بزرگتر یا منطقه‌ای رو میده، و یا حضور خانواده ها کلن که به نظر من بسیار پوشش اجتماعی میده، پوشش امنیتی میده به کارگر. این مانوری که اخیراً تو کلاله استان گلستان جمهوری اسلامی انداخت علیه به اصطلاح اختشاشات کارگری، که نشون میده با چه موجی از اعتراضات کارگری میخواد مواجه بشه و داره خودشو آماده میکنه واسه سرکوب جنبش کارگری، به درجه که خانواده ها شرکت کنن پوشش امنیتی میدن و امکان سرکوب اونا کم میشه. منتها به خواسته میشه یا پیوستن به همین تشکلهای کارگری موجود، تقویت اونها و اول مهمه و این روزهایی که گفتم رو بزرگ کردن، بزرگداشت گرفتن، ولی در کنار اونها یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده وجود داره به اسم حزب کمونیست کارگری. کارگر باید از نظر سیاسی در جامعه نمایندگی بشه، کارگر باید در سطح سیاسی جامعه بدونه که رهبری داره، بدونن این حزب خواستایی داره و تو جنبش کارگری نفوذ داره، همینجور که طبقات حاکم حکومت خودشونو دارن یا شخصیت‌های سرمایه‌دار رو نمیدونم مرتجعی نمایندگیشون میکنن یا سازمان‌هایی دارن و حرفا و خواستایی دارن، طبقه کارگر هم، جنبش کارگری هم باید معلوم بشه که جنبش کارگری هم چپه و حزب چپ خودش رو انتخاب کرده، نفوذ داره، رهبران اون حزب رو میشناسن، یه جور خودشون نزدیک به اون حزب میدونن، یه جور خواستاشو مطرح میکنن، یه جور نشریات و کتابهاشو تو محافلشون میخونن و در موردش صحبت میکنن. به نظر من این تعیین کننده ترین فاکتور واسه این که جنبش کارگری به موقعیت دیگه برسه و به درجه که این کار بکنه، به نظر من اون وقت دیگه گامهای بسیار بسیار مهم و تعیین کننده برداشته، هم از زاویه اینکه خواسته امروزش بهتر راحت‌تر بتونه متحقق بشه و هم از زاویه امکان و توان رهبری انقلاب و فردا ساختن یه جامعه‌ای که دیگه خبری از استثمار، نابرابری، ظلم و بیحقوقی و تحقیر و تبعید نباشه. بسیار ممنون اسخر کریمی که در این برنامه شرکت کردید. خیلی متشکرم. و با تشکر از شما بینندگان عزیز که با تا این لحظه با ما بودید، آنچرا که دیدید و شنیدید برنامه دیگه ای بود از سلسله برنامه های جنبش نوین کارگری، در قسمت چهارم این برنامه بود تحت عنوان تعیین بخشی به جنبش کارگری. شما دوستانی که علاقمند هستید این بحث جنبش نوین کارگری و علل عموم برنامه خط رفاه را دنبال بکنید، میتونید از طریق فایل های این برنامه در سایت روزنه، در سایت کانال جدید تحت عنوان کارگران و دنیای بهتر میتونید این برنامه ها رو ببینید. و مجددا با تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید، براتون شب ها و روزهای خوبی را آرزو میکنیم.